د افغانستان د ملي مسالې علي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې له دوړخیزې دمیو د مذاکراتو لوبیا پیل وروسته د طالبانو دریځ سخت شوی، خو په خبره دا ستونزې باید مذاکرات ونه دروي او دا مذاکرات باید همداسې دوام پیدا کړي. نوموړی زیاتوي د بندیانو خوشي کول او د طالب مشرانو نومونه لوټول استیصال به د دواړو لورو ترمنځ د کیدونکو هوکړې له موضوعاتو څخه وي. د عبدالله په خبره ایرانی چارواکو د طالب مشرانو له ورتګ وړاندې له ملي مسالې علي شورا سره تفاهم کړی او دوی هم دغه هیواد له چارواکو سره د سولې خبرو اترو کې د فوري اوربن پټنګېدو باندې بحثونه کړي دي. یقین دارم کې همه مردم افغانستان با تامین صلح آرزو ازی را ندارند که دیگر قوای خارجی در افغانستان باشه. گروهای تروریستی هم باید در افغانستان نباشند به هیچ صورت، چون پای قوای خارجی با عملیات تروریستی کشانده شد به افغانستان. قبل از آن متاسفانه جنگ در این کشور بود و مقاومت هم بود در برابرش. خب اینا مسائلی است که فقط در روی میز مذاکره باید که به او پرداخته شود و ما یک اندازه باعث تعجب بود برای ما که بعد از یک وقفه که به خواست هر دو طرف گرفته شد متاسفانه مواضع طرف مقابل شدیدتر شدن. اما بالاخره این مذاکره اینمی جنجالا و اینمی بحثای خود داره. این به معنای ختم مذاکره نیست، به معنای قطع مذاکره نیست. مذاکره باید ادامه پیدا کنه. دی وی چې افغان خزه تیر سو کلونو کې د جګړو تر ټولو لویه برخه قربانیان دي او هیڅ کله به هم د سولې په خبرو اترو کې د خزو پر حقونو باندې معامله ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د خزو د حقونو یو شمیر فعالین د سولې د خبرو اترو د نرو خانه کې دوه پاړه اندېښمنې دي. زنان اطفال کشور بیشترین صدمه را دیدن، بیشترین قربانی ها را به شکل دوامدار متحمل شدن و امروز هم شما با شجاعتتان، با حضورتان در صحنه، با این که در خط اول دفاع از حق مردم افغانستان از حق خود قرار دارین، میتمنانم برتان میتونم که برادرای شما هم در این مسئله با شما هستن. یک جامعه که در اون نصفی از نفوس سم نداشته باشه، امروز مسئله سم در باره پروسه صلح هست. اگر در مسئله کمیت هنوزم انتقاد بجا وجود داره، در مسئله کیفیت کار هم قرار خدمت شما اطمینان میتونم که چی در هیئت مذاکره و چی هم در شورای عالی مصالحه چی است تا اندازه که ممکن بوده دقت شد. لهغه مهال چې د سولې خبرې اترې مطرح شوې، د راسترړونو په توګه د مدني ازادیو، د ښځو د حقونو، د بیان ازادي او د نجونو د زده کړو په اړه د چارو د فعالین لخوا وخت په وخت اندېښنې څرګندېږي. شش ماه گذشته سه سند پالیسی را سرش وزارت زنا کار کرد که من همراه همکارای وزارت صلح و همراه همکارای شورای عالی مصالحه هم در جریان ماندیم که تقریبا در حدود 6000 زن ما همراهش صحبت کردیم. ببینین در عین حال دو پروسه پیش میره، یکی پروسه صلح سیاسی، یکی پروسه صلح اجتماعی. ما به خاطر که پروسه صلح اجتماعی در یک جای به خاطر کدام دلیل استاد میشه، ما نمیتونیم که پایداری صلح خود یا صلح پایدار پروسه شه یک مانع شویم یا استاد کنیم. به او اساس در اینجا زنا، نهادهای زنا، وزارت زنا و همه نهادهای سکتوری که در پروسه صلح کار میکنن یک رول بسیار مؤثر و مبرم داره و از هر روندی که همه شمول بودن پروسه، شفافیت، حسابدهی، صلح باثبات و با قاعده را در افغانستان تقویت کند، همه زنان افغان از آن حمایت کامل می نماید. طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل دریځ نه دی روښانه کړی.